سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو ریاکشن دیگه. امروز اومدیم با ترک انگزایتی از توهی و پوبون. ما از پوبون تا نرفتیم درسته؟ نه اصلا نمیدونم راستش نرفتیم تا حالا از پوبون و انگزایتی رو داریم. این دومی ترک هم هست که از این آلبوم و کلا از توهی داریم میبینیم درسته؟ بله، ما از توهی که نسل یکیه و خودمون خیلی گوش میکردیم بچه که بودیم، قشنگ همیشه بود. و خب تو این کانال این شکلیه که ما به درخواست شما گوش میدیم، شما چی از ما درخواست میکنیم ما اونا ریاکشن میریم. و این بار درخواست کننده این ترک خود توهی بوده. من خیلی تعجب کردم وقتی دیدم که مسیج شخصی واسم دایرکت فرستاده که انگزایتی هم ریاکشن برین باحال میشه. من اینجوری بودم که ما هم گفتیم اوکی چشم. آره حالا ببینیم که جوریه. ببینیم انگزایتی چجوریه. بچه ها قبل از شروع کنیم میخوام اسپانسرمون آروم گروپس رو بهتون معرفی کنم. تفکر، تحقیل، سرمایه گذاری در بروکر جهانی آرون گروپس. آرون گروپس یه بروکر بین‌المللی که توی حوزه ارزهای دیجیتال و بازار فارکس فعالیت میکنن. لوگوشون رو اینجا میبینید، دیسکریپشن هم حتما بخونید. کلی مزیت و آپشن‌های خیلی باحال دارن، مثلا 7% کشبک میدن اگه ازشون خرید کنید. برید حتما جوین بشید، ترید کنید و کلی پول بسازید و حال کنید. بریم که موزیک داشته باشیم دیگه. میخندی رو لبای کی، بگو رفتی و حرفای کی، میرخصی تو دستای کی، ببین چی بداشتی برام به جز انگزایتی، امروز اونه فردای کی، وقتی تو ست دارم. آرسی پوبونه کلن... چون صدای توهی نیست. آره پوبون. پوبون. آره. اولا که انتظار نداشتم که انقدر آروم باشه این ترک، چون هم یه بک‌گراند خیلی قدیمی تری از توهی تو ذهنمه شاد بود. همونی که گوش کردیم سوپر استار، اونم فاز بالا و اینا، و این ملوه. و انگزایتی یعنی استرس، استراب، چیزی برام نداشتی جز مثلا درگیری فکر. آره. و استراب. بعد پوبون کلا این شکلی میخونه. من اولین بار صداشو میشنوم. حالت نمیدونم آرن بی و ایناست، ولی خب توی جامعه رپرا خیلی شناخته شده است و دوستش دارن. در موزیک شروع میشه. انگزایتی امروز اون فردای کی، وقتی تو ست دارم و فقط تو دعوا بگی، دنیا پر رنگای تیر است. مثل عزیزم هست تو دعوا میگن عزیزم و این اصلا معنی عزیزمو نمیده. بگی دنیا پر رنگای تیر است، همه میرن و تنها میشی، تو که چیزی ازش نمیدونی، شاید اگر رفتی تنهای تناشی، تو که قلبت زندون آتیشم زدی هم با سختم نباشی. یه ریتمه. من کلا کارهای ملودی دار رو دوست دارم. من کلا ملودی رو خیلی دوست دارم و اینکه الان داره پوبو این شکلی داره میخونه، میدونم کلا سبکش اینه و من تا حالا حتی یه ترکم ازش گوش نکردم. این اول ترکی داریم منم دارم از پوبو گوش میکنم و اینکه این مدلی میخونه رو خیلی پسندیدم. یعنی دوست دارم ملودی خوندن و ملودی. آره یادش بخیر. شاید این مرا قبلا باشه که همش رپ و پاپ کنار هم بود، یادته کورس و پاپ بودن. آره. همه. ولی خب ببین تیه یه بیت اسپانیایی توری اومد رو کار، میدونی؟ آره دقت نکردم ببین گوشونیم. زندون آتیشم زدی هم با سختم نباشی، خشکات خنده ی شبای تنهایی آمون. من تا الانش از خوندن پوبون خوشم میومد از نظر ملودیکی، فقط یکم صداش خیلی آتوتون داره. آره کلا این شکلیه. شاید این سبکش، البته سبکش. آره. مدلش این شکلیه. آره آره اوکی. تیکایی که توی چیز ازش شنیدم همش همین شکلی بود. چه باحال میگه دل به دلش را نداره. دیدیم یعنی دل به دل را داره. یعنی دوست دیدی طرفی که دوستتون داریم، بعد میگه خود دل به دل را داره. تو تعارف ها زیاد دیدیم، بعد میگه دل به دلش را نداره. اینجوری نیست، این یکی باحال بود. دل به دلش را نداره، تو خوابم دنبالتم، برم کجا برم دنیا بخند به من، این دل به دلش را نداره. اینو بدونش همین، یکی دیگه پیشم و تو ذهنمی، میخندم ولی تو فکرم. این بده. آره دیگه این بده. این اونه که دل به دلش را نداره. آره ببین کلا خیلی میدونی یاد حرفت یاس افتادم. ما مثل دومینو به هم ضربه میزنیم، تو به من، من به اون، اون به اون. آره یکی دیگه پیشم و تو ذهنمی، میخندم ولی تو فکرمی، حرف تو دلم پره کاش بشنوی، من مونم و خاطرات قدیم، ته دلم هم میدونم ما که مال همین، با
پاش ما رو نبین، مگه چند تا هست مثل من و تو رو زمین، دقیقا دارن نگذرن تو رو پیش من میبرن، همه جا صدا تو میشنن کاش برگردی این دفعه. ببین من اوتوماتیک خوب بود اون بک وکال. آره آره دقیقاً. ببین من اوتوماتیک تصاویر سوائل میامی میاد تو ذهنم یا هنگو که میشنم یا کلا این بخشش. آره مثلا که الان این کاوری هم که میبینیم با لیریکای که روش میاد رنگاش خیلی آره. نه ولی اصلا موزیکش هم باز یه جوریه که انگار مثلا اونجا نه حالا به خاطر فکر منه تو فیلم و این چیزا. آره یا دقیقاً منم همین چون همین شکلی هم دقیقاً میدونم. ولی قشنگ از ایناست که باشه رقص خیلی ملو اسپانیایی تو این دفعه اون رفت رفت در رو من بست، عادتای خوبشن رو من است، اون رفت رفت حالا من بد تو خوابم به یادتم من کلا توی ملودی خوندن این فرودا رو خیلی دوست دارم. من روانی این فرودا این شکلیه. عادتای خوبشن رو من است، اون رفت رفت حالا من بد تو خوابم به یادتم تو خوابم دنبالتم برم کجا برم دنیا بخن به من دل به دلش رو نداره تو خوابم دنبالتم برم کجا برم دنیا بخن به من این دل به دلش رو نداره. ای اونا نذاشتم بودن تو کنار من نخواستم، من خودمو نباختم زندگی رو دوباره از ته ساختم، زندگی رو دوباره از ته ساختم. دیدی از زندگی دوباره از سر میسازم از اول باختم زندگی رو دوباره از ته ساختم، عمرم نمیشه بدون تو نه نمیشه، عمرم شب و ستاره میبینم همه چار میفتم یاده برگرد بیبی واسه چی چرا رفتی واسه کی دستات دیگه توی دستان نی تقصیر من نبود شدی همه زندگی تو چیزی ازش نمیدونی شاید اگر رفتی تنهای تناشی تو که قلبت زندون آتیشم زدی. بیشتر داریم موزیکو گوش میکنیم چون داریم حال میکنیم باش و واقعا چیز خاصی نداره که مثلا بخوایم توضیحش بدیم، فقط داریم حال میکنیم باش. من دارم سعی میکنم جلو خودم رو بگیرم که بیشتر از این تکون نخوام چون قشنگ اینجوری که بعد پاشی باش مثلا برقصی میدونی. آره یا حالت نه مودیه میدونی. آره. اینجوری نیست که مثلا پاشی برقص، ولی این فازو بگیری چیزی نمیتونی بگی، فقط دوست داری همینجوری ادامه بدی گوش کنی. نمیدونم چی بگم. مثلا دیدی توی مهمونیای هست که صدا پاره میکنه آدمو، توی مهمونیای هست که هیچ صدایی نیست، توی مهمونیای هست که درسته. مثلا این از اوناست که درسته میدونی. کسی خاص میتونه ملو پاشه با یکی برقصه، کسی خاص میتونه همینجوری که رو صندلی نشسته. تنهای تناشی تو که قلبت زندون آتیشم زدی اما سختم نباشی خشکات خنده شبای تنهای آمون من حتی میتونم ببخشی پازه الان توی کلا آهنگه حس خالصه. آره. ببین خدایی حس میکنم اگه مثلا زبونه مثلا آمریکای جنوبی یا اسپانیا اینا میبود قشنگ شناخته شده میشد به عنوان یه آهنگ اون سبکی، چون همه جوره هست فقط مثلا فارسی. دل به دلش رو نداره تو خوابم دنبالتم برم کجا برم دنیا بخن این دل به دلش رو نداره میگه دنیا بخند به من این دل به دلش را نداره. خود توی فکر میکنم این ترکش رو دوست داره خیلی، چون که نسبت به مثلا توی یه چند تا استوری که من دیدم خیلی از کسایی که روی این موزیک مثلا دنس رفته بودن یا کلن روش یه حرکتی زده بودن استوریشون کرده بود. آره. و این موزیک واقعا یه موزیکیه که من مثلا دوست دارم توی بک‌گراند مثلا پخش بشه توی دوره همی یا چیزی مثلا. آره. میدونه از اونها نیست که بره رو مخ آدم انقدری که دیگه زیادی سر
داره اینجوری هم نیست که آدم حوصله‌اش بره. آره. اصلا ما که خیلی لذت بردیم، اگه شما خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایکش کنین، چنل رو ساب کنین و این ویدیو رو با دوستاتون شیر کنین. البته تاکید بکنم لایک و سابتون خیلی به ما انرژی میده، خیلی هم ازمون حمایت میکنه و حتما نظر خودتون راجع به این آهنگ بهمون توی کامنتا بگین. دو تا دونه ویدیو خیلی باحال دیگه هم اینجا براتون میذارم، پیشنهادی هر کدومی که دوست داشتید برید نگاه کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.